سلام دوستان عزیز، به قسمت چهارم کتاب هیتیت خوش اومدید که صفحه 7 سایلار یا سای یعنی بشمار، سایلار یعنی اونایی که قابل شمارش هستن، این منظور ارقامه. الان نگاه کنید، میخوام رقم ها رو در زبان ترکی یاد بگیریم. ما ایرانی ها بیشترش بلدیم، چون زبان ترکی حالا خودمون رقم ها رو شمارشش، اکثر اونایی هم که کسانی که حالا زبانشون هم زبان ترکی نیست در کشور ما بلد هستن تا حدی، ولی اینجا باز میگیم. ببینید اینجا چی گفته. ما گفتیم ق در زبان ترکی نداریم، رقم، ولی اینجا میگه رقم. رقملری اوره نیلیم، رقملری اوره نیلیم، یعنی رقم ها را بیاموزیم، ارقام را یاد بگیریم. رقملری اوره نیلیم. دیدید اینجا یوموشاکه دوباره تلفظ نمیشه. خب من به شما گفتم این صدای چی میده؟ آی انگلیسیه، ولی در ترکی صدای ای میدهد، این حواستون باشه. خب چون ببین تو اینها زیاده، خب این سی انگلیسیه، در ترکی استانبولی صدای چی میده؟ ج میده. خب اما یه دون اینجوری پایینش داشته باشه صدای چ میده. خب اینه برای این گفتم. حالا بعد بریم، الان دیگه میتونیم بقیه حرف ها رو، حالا زیاد اینجا مشکلی نداریم، با هم دیگه یکی یکی بشماریم و یاد بگیریم. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اینا رو تا حدی بدونید، بعد یاد گرفتن رقم ها خیلی سخت نیست. رقملری اورالیم. خب حالا ببینید چجوری رقم ها رو یاد بگیریم. ببین آی را گفتیم چی میده؟ صدای ای میده. سیفیر بیر ایکی اوچ دورت. ببین دورد ما میگیم در زبان ترکی خودمون، میگیم دورت معمولا اینجوری، ولی اینه میگن دورت. درسته؟ دورت بیش آلتی یتی سیکیز دوکوز اون و سیفیر bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. خب به این صورت. حالا نگاه کنید اینا رو بدونی دیگه گفتن اینه کار سختی نخواهد بود. البته اینم لازم است که ما بعضیاشو یاد بگیریم. ببینید نگاه کنید، یازده رو میگن چی؟ یازده یه ده داره، یه یک داره دیگه، یعنی یه دونه اون داره، یه دونه بیر داره. ده رو میگیم چی؟ اون. یک رو میگیم بیر. اون بیر. دوازده یه دونه ده داره، یه دونه دو داره. دو رو میگیم چی؟ ایکی. اون ایکی. اون ایکی. اون ایکی. خب بیست رو میگیم چی؟ یرمی. سی رو میگیم چی؟ اوتوز. چهل رو میگیم کرک. ما میگیم قرخ. قرخ به زبان ترکی خودمون. خب ولی گفتم ترکی استانبولی ق و خ نداره، به جای ق و خ معمولا چی استفاده میکنن؟ که. کرک. کرک. الی. ببین ای ایلی نخونیم، الی. ای صدای چی میده؟ دوباره باز بهتون گفتم حروف الف بار صدای ای میده. الی. ما میگیم آتموش، اونا میگن به شست چی؟ نگاه کن، به شست میگن آلتمش. و هفتاد میگن یتمش. یتمش. شما دیدید دیگه این حرف صدای اس نمیده، اس انگلیسی صدای س میده در زبان ترکی استانبولی. وقتی که به این صورت باشه ش صدا خواهد داد. صدای چی میده؟ ش میده. ببین حروف الف با گفتم کجا یاد بگیریم؟ فقط داخل کلمات بیاموزیم. حروف الف با حفظ نکن، هی یادت بیفته چی تلفظ. یواش یواش اینجوری آدم یاد میگیره. یتمش. سکسان. دوکسان. 90 80. درسته؟ حالا 100 یعنی 100. 101 یه دونه 100 داره، یه دونه 1 داره. 101 102 103 همینطوری میتونی بگی. 104 105 106
107, 108, 109, 110 میشه 110. بعد میتونی بگی 111, 112 همینجوری بشماری بری. خب 200 دو تا 100 داره دیگه ما. 200 مثلا تو زبان انگلیسی هم ما میگیم چی؟ 200. درسته؟ یعنی دو تا 100. اینجا بعد مال مادما 200 2 100 3 سه تا 100 داره. 300 3 سه میشه 3 100 میشه 100. 3 100 4 100 4 100 4 100. حالا دردم بگی میفهمن اصلا مشکل نداره که. ببینیم سخیات نگیریم چیزی را که 400 500 500 بیر 500 بیر یعنی 501 600 600 یعنی چند؟ 600. خب ما در ترکی به هزار میگیم مین، اونا میگن بین. مین نمیگن، بین میگن. هزار یعنی بین. هزار و ده میشه چی؟ بین اون، بین اون. 2000 میشه 2000. 2003 2000 3. مثلا 2004 میشه چی؟ 2004. 2005 میشه 2000 2005. درسته؟ 2006 میشه چی؟ 2006 2007 2008 2009 2010. خب مثلا 2021 امسال سالش هست میشه 2021 2021. خب حالا 10000، 10 یعنی اون 10. چقدر جالبش ببین. آه این قسمت جدا کن از هم. 10 بگو اول. 10 میشد چی؟ 10 میشد چی؟ اون. درسته؟ اون بین، اون بین. 100 میشد 100. 100 بین. 3 تا 0 مال 1000 دیگه. درسته؟ اما میرسیم به میلیون. خب حالا جالب، میلیون به زبان انگلیسی ما میلیون هم بابا میخونه، بهش مشکلی نداره. بیر میلیون، بیر میلیون. 3 میلیون، 6 رقم شما میدونه 6 تا 0 مال میلیون هست. 10 میلیون، 10 میلیون، 10 میلیون. خب یه مقدار با لهجه ترکی بگیری یواش یواش اینو درست میشه. حالا میشه چی؟ 100 میلیون. اما میلیارد 9 تا 0 داره میشه چی؟ 1 میلیارد. 1 میلیارد، 2 میلیارد، 3 میلیارد، 4 میلیارد. همین حد بلد باشی کافی هست. خیلی خیلی ساده. باید هی اینا رو تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید. حروف و الفبارات تو کلمات یاد بگیرید. و سلام، خدا نگهدار.